سلام و درود گرم من به همه هموطنانم و خوشحالی من از اینی که آغاز این برنامه ها برنامه هایی که در رابطه با امروز و فردای ایران از سالهای دراز پیش تا کنون من دنبال کردم و من که در حال مسئولیتی در انجمن پژوهشگران ایران هم دارم بسیاری از دیدگاه ها همیشه در رابطه با امروز و فردای ایران بوده آغاز کاری رو که ما در انجمن پژوهشگران ایران از 23 سال پیش به این طرف داشتیم سالهای منتهی به سال 2000 یعنی به مدت 8 سال ما عنوان کارهامون در انجمن پژوهشگران ایران ایران در سالهای 2000 بود از اون سال به بعد عملا کارهای ما تحت عنوان امروز و فردای ایران و در این زمینه کارهای شخصی هم که من انجام دادم جدای از انجمن به نوعی کتاب های من هست مقالاتی که هست یاد در همین زمینه مصاحبه ها گفتگوهای بسیاری که بوده همه تحت عنوان امروز فردای ایران چرا امروز فردای ایران چرا ده من سعی می کنم که این بخش رو بخوام با عنوان امروز و فردا مطرح بکنم نه به این معنا که هدفم این باشه که از گذشته دوری بکنم به هیچ وجه بلکه هدفم اینه که بلکه این امکان پیش بیاد که ما ضمن این که گذشته واسمون یک تجربه بزرگه ولی همیشه در گذشته نمونیم شاهد این هستیم که بیشتر تلاش هایی که بسیار ارزشمند هم هست در طی این سالها در خارج از ایران و چه در داخل ایران انجام میشه از طرف ایرانیان متفاوت الفکری که هستند اکثرا برمیگرده به گذشته برمیگرده به این که ما دورانی رو که از دست دادیم دورانی که درش بودیم دوران خوبی ها دوران بدی ها دوران خدمت ها دوران خیانت ها و هر کدوم در یک طرف قرار گرفتیم و شروع کردیم به این که از اون فکر خودمون در گذشته دفاع بکنیم در فکر مقابلمون برخورد بهش بکنیم اولی رو خدمت بهش بگیم دومی رو خیانت بهش بگیم من همیشه فکر میکنم که گذشته در نهایت زندگی ماست و ما نمیتونیم ازش برگردیم طبیعیه که نمیتونیم برگردیم طبیعیه که اگر که تاریخ گذشته خودمون رو نخواهیم بهش بپردازیم بسیار مشکلات آینده با سمون به وجود میاره ولی اینی که همش در گذشته باقی بمونیم مسئله من هست در تاریخ بسیار طولانی تمدنی فرهنگی ما در تاریخ طولانی سیاسی ما که برمیگرده به هزاره ها به هر حال ما دوران متفاوتی رو پشت سر گذروندیم دوران افتخارمون بسیار زیاد بوده دوران که به هر حال به نوعی ایرانی زیر سلطه بوده هم بسیار زیاد بوده و ما در دوران باستانی خودمون مرتب برمیگردیم اگرچه تاریخ مدونی خودمان ایرانی ها نداریم بیشتر تاریخهایی که در دوران باستانی ایران نوشته میشه یا نوشته شده همه از منابع خارجی است بیشتر یونانی ولی به هر حال واقعیت امر اینه که اون نقاط نکته هایی که افتخارآمیزه ما بیشتر حفظش کردیم اون نکاتی هم که واسه همون میتونسته جالب توجه نباشه شاید کمتر بهش برخورد میکنیم وقتی به دوران معاصرمون برمیگردیم برخوردها بسیار شدیدتره بر این که در حال برداشت ها و دریافت های تاریخیمون میتونه شکل گسترده تری رو به هم دیگه داشته باشه ولی باز هم باید که دی اینجا اذعان بکنیم که ما تاریخ مستند نداریم به دلیل اینکه در هر دوره بر اساس قدرت اون حکام اون دوره این تاریخ نوشته میشه و یا برگشت داده میشه برای دفعه مرحله بعد سلسله بعد حکومت بعد چرا راه دور میریم همین از تاریخ مشروطیت اون زمان انقلاب مشروطیت به این طرف وقتی که بر می گردیم به مسائل نگاه میکنیم میبینیم که چند مرحله باز ما نگاه های متفاوت داریم دوران انقلاب مشروطیت که از انتهای قاجار شروع میشه بعد به انقلاب مشروطیت میرسه بعد به سلسله پادشاهی پهلوی اول رضا میرسه بعد به دوران به هر حال شهریور 1320 میرسه بعد به دوران اولیه محمد رضا دو دوران دکتر مصدق دوران دوم محمد رضا شاه و بعد باز میرسیم به زمان انقلاب ما میبینیم که در همه این زمینه ها این امکان به وجود نیامده تاریخ واقعا گویا و مستندی رو که با یک انصاف سیاسی اجتماعی همراه باشه یعنی ما بیایم بگیم که این کار این حاکم وقت خوب بود این کارش هم بد بود از نظر ما یا بد بد مطلق یا خوب خوب مطلق این مسئله رو من سعی کردم که گذشته رو ازش بیام بیرون به عنوان تاریخ بهش نگاه بکنیم یک کتابی هم من در همین زمینه انصاف سیاسی اجتماعی دارم که به این مسائل نگاه میکنم بیایم ببینیم که هر کدوم از این کسانی که صاحب قدرت در مملکت ما بودند اینها به چه زمانهایی برمیگرده چه کارهایی درستی انجام دادن چه کارهای خلافی ما کدومشون میپسندیم کدومشون نمیپسندیم و از این برخورد دوالیسم این دوگانگی که یا خوبه یا بده بیرون بیایم این بوده که من شخصا انتخابم همیشه امروز و فردای ایران بوده با نگاهی که مستندات میتونه نسبت به گذشته داشته باشه امروز هم که آغاز بهاره واقعا دلم میخواد که این سلسله برنامه هایی رو که میخوام که هر هفته چند دقیقه با شما باشم رو با بهار آغاز بکنم آغاز بهار خودش میتونه که گویای بسیاری از حرکات طبیعی و انسانی باشه بحث انسانیش بیشتر در موقعیتیه که طبیعت رشد و شکوفایی خودش رو شروع میکنه به همین دلیل من فکر کردم که این آغاز بهار که همراه با آغاز صحبت من در هفته های پیش رو در اینجا خواهد بود باز برگرده به همون نوروز برگرده به همین شکوه و عظمت نوروز 1394 من توی این متن بیانیه نوروز بحثی رو مطرح کردم که آغازش به این ترتیبه که عطر نرگس رقص باد شوق پرستوهای شاد نرم نرمک میرسد اینک بهار باز نوروزتون مبارک باشه ولی من چی گفتم در اینجا؟ من در اینجا به دو نکته اساسی تر نظر خودم برگشت خوردم اونم اینه که یکی از این موارد اینه که میگم که به حال ما تردید نداشته باشیم که این نوروزی که آغاز بهاره آغاز یک دیدگاه جدید یک دنیای جدید هم برای ما ایرانی ها هست این نوروزی که به حال با مقاومت بسیار زیاد همه ایرانی ها نه فقط در این سه دهه گذشته در طی هزارها میدونید که به هر حال قدمت نوروز قدمت به نوعی باستانی اساطیری جامعه ایرانه وقتی که ما تونستیم این رو اینطوری با خودمون حمل بکنیم و حفظش بکنیم این مقاومت ما رو به دنبال داشته این مقاومت به کجا انجام میده این مقاومت به اینجای انجام میده که به حال سازمان ملل متحد این عید نوروز ایرونی رو به رسمیت شناخته چجوری به رسمیت شناخته دیده که به حال در جای جای دنیا به خصوص در این دهه گذشته که ایرانی های مهاجر بسیاری دورور پنج میلیون نفر ایرانی به خارج از کشور خودشون آمدن اینها همه با گرامی داشت نوروز ایستادن که این عید باستانی رو حفظش بکنن به همین دلیل سازمان ملل متحد به نوعی باید گفتش که هم مجبور بوده هم اینی که واقعیت رو دیده واقعیت رو دیده که در کجای دنیا در کدوم جوامع دنیا میتونیم که مقارن بودن یک عید رو برای یک جامعه ای برای یک فکری مقارن اولین روز بهار بدونیم اولین روز بهار معنیش چیه معنیش دقیقا خیلی مشخصه یعنی روزی که همه چیز آغازی نو پیدا میکنه شکوفه ها در میان همونطوری که اول صحبت من هست پرستوها میخوانند و این رقص باد یک معنی پیدا میکنه و آغازی است ولی از اینجا نمیتونم بگذارم که به هر حال درسته که مقاومت ما بسیار بوده ولی تلاش حاکمین جمهوری اسلامی هم کم نبوده اینهایی ای که از هر منبری از هر میکروفونی دوربینی استفاده کردن در طی ای این سالها که نوروز را از بین ببرن میبینیم که قادر به این کار نشدن میبینیم که نتونستن که جلوی این شادمانی جامعه ایران رو بگیرن این شادمانی یعنی چی این چرا به این مرحله میرسه که به نوعی متضاد میشه تضاد پیدا میکنه با فرهنگ حاکم فرهنگ حاکم چیه فرهنگ حاکم بسیار روشنه فرهنگ حاکم در مقابل شادی ایرانی ایستاده فرهنگ حاکم غمه گریاست که در طی این سالها ما همه شاهدش بودیم شاهدش بودیم که میبینیم که مسجدها منبرها سین زنیها غم زنی ها همه این به وجود آمده که فرهنگ شادی ایران گرفته بشه ولی تردید نکنیم یک آن تردید نکنیم که این کار نمیتونه این هدف جمهوری اسلامی برای از بین بردن شادی ما شادی که با نوروز آغاز میشه شادی که در اساتیری دوران اساتیری ما همیشه عیدهای فراوون بوده دوران زرتروش رو ببینید هر ماهی عید خودش رو داره و هر مرحله باز ما با شادی و عید مواجه هستیم ولی به هر حال این رو میخوام خدمتتون بگم که تردید نکنیم این هویت ایرانی ماست که در یک مجموعه باورها و گوناگونی های فکری ما شکل گرفته و مطمئن هستم که ما در نهایت امر این ثباتی رو که داشتیم به اثبات رسوندیم که پای این قضیه ایستادیم، پای این شادیهامون، پای دیدگاهامون ایستادیم و امروز هم مطمئن باشیم که میتونیم که این رو به پیش ببریم، این کاروانی رو که قدمتش بسیار بالاست میتونه با اسب راهوارش که امیده بتونه اون شکوفایی ما ایرانی ها رو بر اون پاورجا نگه داره. من باز هم آغاز سال نو رو نه به حاکمان ایران که به همه ایرون مردم ایران ایرانمان ایران من شاد باش میگم و این رو آغازی جدید برای آینده بسیار نزدیک میبینم